این احتمال هم وجود داره، برای همین پس ما هیچ قضاوتی انجام نمیدیم، سعی کنید. بله این احتمال هم وجود داره، متاسفانه شاید حق با شما باشه و کسی قصد خراب کردن وجهه اساتید رو داره، متاسفانه این اتفاقات ناسالم همینجا میفته، بنابراین ما قضاوت نمی کنیم. ایشون انسان محترمی هستن، حتما همینطور که شما میگی هستش. خیلی خوب، ما ادامه میدیم. بسته آموزشی گفتن نگیرید، کتاب ها رو همین امروز معرفی خواهم کرد. کتاب رفرنس به هیچ عنوان نخونید بچه ها. هر مشاوری که به شما میگه کتاب رفرنس بخونید، بدونید که داره شما رو اشتباه راهنمایی میکنه. کتاب رفرنس خوندن کار کسی نیستش، حالا در موارد خاص که صحبت خواهیم کرد در آینده راجبش. کتاب رفرنس خوندن بچه ها کار هر کسی نیستش. نگاه کنید، مثلا میگم برای ساختمان داده، آیا مگر برای ساختمان داده یک کتاب رفرنس وجود داره؟ نه، یه عالم کتاب رفرنس وجود داره، کتاب CLRS وجود داره، کتاب هوربیت وجود داره، کتاب بولتان وجود داره، یه عالم کتاب رفرنس وجود داره. حالا برفرض شما میخواید یه کتاب رفرنس رو بخونید، اولا که دیگه شما نباید ترجمه بخونید، باید زبان اصلی بخونید، چون ترجمه های بسیار بدی تو بازار وجود داره که مفهوم رو کلا عوض کردن. خب حالا مگر خوندن یه کتاب 500 600 صفحه‌ای کار هر کسی هستش؟ نه، به هیچ عنوان. نمیتونه دانشجو بیاد مثلا 500 صفحه میخواد انگلیسی بخونه، شاید 4 ماه 5 ماه طول بکشه. خب حالا شما اینو خوندید، مگه همین سوالای کنکور از تو اون هستش؟ نه، شما باید بری هوربیس هم بخونی، باید بری بولتان هم بخونی و الی آخر. بنابراین کتاب رفرنس خوندن کار هر کسی نیستش، به هیچ عنوان این کارو نکنید. اگر کتاب کنکوری خوب بخونید خیلی بهتر هستش تا خوندن کتاب رفرنس، چون اون استاد اومده همه کتاب رفرنس ها رو خونده و سعی کرده از رو همون کتاب رفرنس ها یک کتاب کنکوری خوب رو بنویسه. و در بعضی از درس ها هم کلاس آنلاین شرکت کردن خیلی خوب هستش. خواهش میکنم راجع به اساتید صحبت نکنید، خیلی زشت هستش که بخوایم پشت سر اساتید غیبت بکنیم. ما اصلا در حد و اندازه های این نیستیم که بخوایم راجع به هیچ انسانی صحبت بکنیم. این کار رو خواهش میکنم نکنید، من ناراحت میشم. هر کسی هم میکنه، شما ها نباید این کارو بکنید. شما دانشجوی فهمی هستید، درست دیگه میخواید ارشد جای خوبی قبول بشید، دکترا جای خوبی قبول بشید، کار آموزشی بکنید، صحبت نکنید راجع به اساتید. اصلا چه کار زشتیه؟ هر کسی رو در قبر خودش میخوابونن، هر کسی مسئول وظایف خودشه. حالا بقیه اگر میرن نمیدونم 10 تا آدم عجیبه میکنن تو گروه ها پشت سر ایکس آقا ایکس و یکس صحبت میکنن، شایعه پراکنی میکنن، اون مسئول زندگی خودش هستش. ما هم میبینیم این چیزها رو، ولی دفاع نخواهیم کرد و این کارهای زشت رو دفاع خواهیم کرد، ولی این کارهای زشت رو نخواهیم کرد. خب ادامه بدیم، برش کنید بچه ها. هر کی که از تیم پشتیبانی میخوام، هر کی که وارد حاشیه خاص بشه همونجا حذفش کنن، چون ما اصلا دوست نداریم آدم های حاشیه سازی که پشت سر اساتید صحبت میکنن در کلاس های ما باشن، در همایش های ما باشن. پشت سر اساتید صحبت نکنید، این آخرین اختیاری هستش که من به شما میکنم. پشت سر هیچ کس صحبت نکنید، انسان های فهمیده و فرهیخته هستید شما. خب ادامه خواهم داد. کتاب رفرنس پس نخونید. انتخاب یک سری درس برای تابستون و انتخاب یک سری درس برای پاییز. نکنید. باز راجع به این مسئله من در آینده با شما صحبت خواهم کرد. خب مهمترین مورد چی هستش؟ مهمترین مورد نحوه مطالعه و برنامه ریزی هستش. بچه تمامی موارد یک طرف و نحوه مطالعه و برنامه ریزی یک طرف. بنابراین اگر نحوه مطالعه و برنامه‌ریزیتون درست و اصولی و علمی نباشه، به هیچ جایی نخواهید رسید. هر کاری که بکنید، کتاب خوب انتخاب کنید، استاد خوب انتخاب کنید، بهترین کلاس‌های کنکور ایران رو برید، بهترین آزمون‌ها رو شرکت کنید، بهترین کتاب‌ها رو بخرید، بیشترین مطالعه رو داشته باشید، اما درست مطالعه نکنید، درست برنامه‌ریزی نکنید، به هیچ جایی نخواهید رسید. بنابراین راجع به مورد 11 یه همایش جداگانه برگزار خواهیم کرد که همایش بعدی هستید و مفصل صحبت خواهیم کرد. و اگر باز کسی دقیق میخواد برنامه‌ریزی کنه، باز میگم باید 20 دقیقه یورو من باهاش صحبت کنم و دقیق با هم صحبت کنیم. میخوام معرفی کتاب ها رو انجام بدم. نکنید ریاضیات توی مهندسی کامپیوتر دریدش دو هستش.